من میخواستم از دوست عزیزمون آقای بلدی لطفا تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آقای بلدی از مبارزین با سابقه که همیشه من گفتم نیم قرن رو مثال میزنم، بیش از نیم قرن هست حضور فعال دارن در مبارزه. آقای بلدی عزیزم، از در هفته‌ای که گذشت شما یک گزارشی برای ما بدید و رویکردها و نقطه نظری خودتون هم توی رابطه بیان بکنید. بفرمایید آقای بلدی. بله، با عرض سلام به حضور یکایک عزیزان و با شادباش نوروز همیشه پیروز و با ابراز همدردی با هموطنان عزیزمان در ترکمن صحرا و در استان گلستان، از حضور شما که و با تشکر ویژه از تمامی دوستان عزیزی که در گذار مشغول فعالیت هستن، به ویژه از دوست بسیار عزیزمان داریوش عدیم که با توجه به امکانات کمی که در کشور ترکیه داره و مشکلات زندگی که در اونجا داره، ولی همچنان یک اتاس به هر حال داره خبر جمع میکنه و ما را در جریان اخبار روز قرار میده. من به طور ویژه از ایشان واقعا سپاسگزارم، البته از همه دوستان سپاسگزارم. از حضور شما در هفته گذشته برنامه ها به این شکل بود که ما برنامه مادران پارک لاله بود که مثل همیشه در مرکز شهر هامبورگ انجام شد، اما در دو هفته قبل، چون من هفته قبل نبودم، یعنی آمدم ولی متاسفانه دیگه نرسیدم به برنامه شما، یک برنامه راجع به روز زن بود که یک کارزار بسیار مهمی بود. از حضور شما دو روز تمام در شهر هامبورگ که یک روز ما به سر رفتیم در برابر کنسولگری تظاهرات کردیم که از کشورهای سوئد و انگلستان و از بودو شما دانمارک و اینها هم آمده بودن. اون علتش الان میگم خدمتان چی بود. یک کارزاری بنا بود که به مناسبت روز زن در سه شهر هامبورگ، آمستردام و در بروکسل برگزار بشه که دو روز در هامبورگ برگزار شد. که البته یک روز این دوستان عزیز ما بیشتر به خانما بودن و اغلب هم کرد بودن که از کشورهای سوئد و نروژ و دانمارک و انگلستان و فرانسه آمده بودن. اینها روز بعد رفتن در هلند و روز بعدش هم روز آخر بود رفته بودن اونجا جلو پارلمان اروپا، در اونجا تظاهرات کرده بودند نسبت به ستمی که بر زنهای ایران روا میشه. در شهر هامبورگ هم روز اول که عرض کردم خدمت شما رفتیم جلو کنسولگری، اصلش هم برنامه‌ای داشتیم در دانشگاه هامبورگ که حدود شاید بگم 300 نفر از زنان ایران و تا حدودی هم افغان آمده بودن و در اونجا هم جشن بود و هم سخنرانی بود. روز بعد هم در مرکز شهر هامبورگ همراه با زنان به اصطلاح آلمانی ما هم در تظاهرات شرکت داشتیم و زنان ایران برای اولین بار من میدیدم واقعا شرکت چشمگیری داشتن. البته خوشبختانه در سال گذشته یک حرکت هایی به هر حال انجام شده، یک میشه گفت که مایه دلگرمی هست واقعا. تعداد بیشتری از زنان، به ویژه زنان و مردانی که قبلا هیچ گونه فعالیتی نداشتن، به تدریج داره وارد عرصه کارزار میشن و اصلش هم دوباره همون برنامه موسیقی بود و سخنرانی بود و جشن بود و اینها. دیگه از حضور شما که دیگه خبر خاصی از شهر هامبورگ در هفته گذشته ما نداشتیم. آقای بلدی، من میخواستم شما یک توضیح کوتاهی هم بدید راجع به این همگرایی هایی که داره در آلمان صورت، در آلمان البته و در اروپا داره صورت میگیره، یه توضیح بدید که این به کجاها، یعنی به کجاها رسیدیم، چون میدونم پیشرفت های فوق العاده ای در این زمینه حاصل شده برون و درون کشور برای همگرایی، برای همراه شدن و برای اون اتحاد بزرگی که به هر حال بتواند با کمترین هزینه دموکراسی رو در ایران نهادینه کند، داره صورت میگیره. شما در این زمینه اطلاعاتتون رو میتونید در اختیار ما بگذارید؟ بله، با کمال میل. از حضور شما که خوشبختانه در چند ماه، یعنی در واقعیت اینه که بعد از جنبشی که در دی ماه سال گذشته به وجود آمد، یک حرکت جدیدی در سازمان‌های سیاسی آغاز شد، اما متاسفانه هنوز آنچنان که باید و شاید به ثمر نرسیده، ولی قدم‌هایی داره برداشته میشه. یعنی همه تمام جریانات سیاسی همه همغمشون بر این هست که اتحادی باید به وجود بیاد و غیر از این اتحاد هم کاری دیگه به تنهایی نمیشه انجام داد.
ولی متاسفانه واقعیت اینه که نیروهای چپ، سازمانهای چپ هنوز که هنوزه از به صورت صحبت میکنن، حرف میزنن، بر این باور، بر این اعتقاد هستن که باید اتحاد باشه، ولی هنوز که هنوز آنچنان که باید و شاید در این راه قدم بر نداشتن. به عنوان مثال دارم میگم، مثلا سازمان راه کارگر که دو شاخه شده، خب اینها باید، واقعیت اینه که آنچنان تفاوتی هم با هم ندارن، چنان اختلافی هم با هم نداره، ولی هنوز که هنوزه نتونستن بر سر یک میز بنشینه. یا عذابی که از حزب کمونیست کارگری و کومالو و اینا جدا شدن، اینا هم مشکل داره. ولی در بخشای دیگه جریاناتی هستن که کمتر شکل احزاب داره، همین به شکل انجمنها، به شکل همبستگیها وجود دارن که اینها قدمهایی دارن برمیدارن و روز به روز خوشبختانه در این راه برها داریم پیش میریم. و یکیش هم که خودتان شاهد بودین که از شما دعوت کردیم که بیایید در اون انجمن بسیار کوشندگان صحبت کنید و بسیار مثمر ثمر بود و امیدوارم این قدمها بیشتر بشه. ولی عرض کردم خدمت، هنوز حرکتهایی داره میشه به مراتب بیشتر از سالهای گذشته. یعنی شاید بگم در این سال گذشته حرکتهایی که برای ایجاد اتحاد شده، شاید بگم در 15-20 سال گذشته سابقه نداشته. یعنی تمام اون 15-20 سال گذشته هر تلاشی که شده به اندازه یک سال مثمر ثمر نبوده، ولی هنوز ناکافی هست. اتحاد باید داشته باشیم، پیوند با داخل داشته باشیم، در غیر این صورت راهی از پیش نخواهیم برد. سپاسگزارم.